سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که برای یک فال جدید در خدمتتون هستم. عزیزان، فالی که همه خیلی تقاضا میکنن، فال افرادی که در جدایی به سر میبرن. این فال دوستان فال بدون زمان هست و هر موقع که شما نگاه کنین به مدت یک ماه میگیم، ببینیم تا یک ماه آینده چه چیزهای پیش خواهد آمد. بیشتر از اون نمیم. تاروت معمولا انرژیش بین 3 تا 6 ماه هست. ما تا یک ماه نگاه میکنیم. از اوراکل های مختلفی هم استفاده میکنم در مورد مسائل احساسی و پیام شخص احساسی ازش جدا از این خبر ندارین، یعنی که تماستون خیلی کم هست با هم دیگه. دو تا انتخاب دارین دوستان و اینکه میذارم انتخابتون رو انجام بدین و برای اینکه انتخاب کنین، من برای اینکه انرژی های منفی از بین برن، کاری که میکنم این هستش که یک موسیقی براتون میذارم تا اینکه شما انتخاب کنید. ولی مثل همیشه قبل از هر چیزی، قبل از که سراغ فال برم، خوش آمد میگم به عزیزانی که عضو کانال شدن. دوستان خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از شما دوستانی که همیشه هستین و به من دلگرمی میدین. دوستان اگر تا حالا عضو این کانال نشدین، لطف کنین اون دکمه پایینو فشار بدین. این مسئله باعث میشه یک، شما از این کانال حمایت کنین و دو، اینکه از فالهای جدید مطلع بشین. خب من سخن رو کوتاه میکنم و میذارم که شما انتخابتون رو انجام بدین با موسیقی دوست، همشهری، زنده یاد آقای ناصر عبداللهی. برگی گل، لانای گل، افسانه عشق قشنگه. جانم تدم چون عزیز، نجابت و حجبه قشنگه. تو قلب گل صد راز تن، خدا تو صد آزر آفر. جونش به این که کس نگی، این گوهر جون شنافر. می قلبت مبا صافشه، می روحت مبا پاکشه. از آب بکسری در نگی، از زر بکسری گم نگی. می قلبت مبا صافشه، می روحت مبا پاکشه. از آب بکسری در نگی، که این آهنگ تونست به شما کمک کنه مقداری از انرژی های بارهای منفی رو برداریم و اینکه بریم سراغ فال. عزیزان که این دسته کارت رو انتخاب کردم، ببینیم که اول حال شما چطوره. قبل از اینکه برم سراغ طرف احساسی شما، دوستان میخوام ببینم که حال شما چطوره. بسیار خوب. شما دوستان شخصی هستین که برخلاف این که ببینین احساس میکنین ترد شدین، احساس میکنین که واقعا بی چیز هستین و درونتون خالی هستش، دارم میبینم که شما شخصی هستین که دارین از خودتون محافظت میکنین. شما شخصی هستین که ببینین این شخصی هستش که داره کتاب میخونه و نشسته اونجا و یک
لیوان شراب هم دستش هستش، شما شخصی هستین که دارین خودتون رو رها میکنین. این رها شدن از کجا میبینم؟ از این کارت من میبینم، از این کارتی که داره به من میگه که شما به اون ندای درونیتون دارین گوش میدین و به فرشتگان نگهبانتون دارین چیکار میکنین؟ دارین اعتماد میکنین، دارین قدرت میگیرین. دوستان خب بسیار خوب، بریم ببینیم که شما چطور هست. بعد عزیزانی هستن که در حال حاضر دوست دارن مکالمه کنن، با شخصی مکالمه کنن، حرف هاشون رو همون جوری که هستش با صداقت بیان کنن و اینکه خودشون باشن و میخوان شاید دست به اقدام عملی بزنن. اشخاصی هستن که دارن، ببین در گذشته من میبینم که شما آدمی بودین که احساس کامل بودن میکردین، شخصی بودین که ببینید این کارت کائنات هستش، کامل بودم و اینکه زندگی موفقی داشتم. در آینده دارم میبینم که عزیزان شما عشق داره سراغتون و عشق بزرگ. ببینید دوستان بسیار زیباست این کارت. عزیزان که این دسته کارت انتخاب کردن واقعا من خوشحال هستم. دوستان نمیدونم چرا ولی از درون دارم میلرزم، به خاطر اینکه شاید افرادی هستن که با اینکه میبینم دارم به خودشون میرسن ممکنه که یک مقدار استراب و استرس از نگاه کردن این فال دارن. خیلی برای من عجیبه که من اینجور انرژی شما رو دریافت میکنم. خب بریم ببینیم که شخص احساسی که به شما بریم بهش فکر میکنین چه خبر است و چه پیشرفتی داره میکنه در رابطه با شما. دوستان من برای که از کارت های پرنده داشته باشم از این دسته کارت کوچکتر از دسته کارت های مرمز استفاده میکنم. اون دسته کوچیکی دارم و اونا پرنده هم که باشن پرنده خیلی بزرگ شطور مرغ. خب دوستان بریم ببینیم که شخص احساسی شما در کجای این کره زمین با شما هست و با احساساتش و چه پیشرفتی خواهد کرد از الان میگیم تا یک ماه آینده. بله ببین دوستان این شخص خیلی خوب شخصی هستش که داره به دنبال این شانسش میره، میخواد شروعی دوباره داشته باشه، میخواد شروعی آهنین داشته باشه. دوبار براش نگاه کن، دو تا شروع افتاده و در مورد چی؟ در مورد مسائل احساسیش. من این رو برای شما گرفتم، این فال رو برای شما گرفتم و اینکه دارم میبینم که سرنوشت هم داره وارد صحنه میشه با اینکه ممکنه افرادی اون پشت نشسته باشن و مخالف باشن. دوستان پس یادتون باشه افرادی هستن ممکنه که با این مسئله مخالف باشن یا اینکه شخص احساسی شما دوچار دوگانگی شده توی این رابطه. خب ببینیم چه خبر است شخص احساسی شما. کجای کار هست؟ دو تا کارت افتاد، من دو کارت رو برمیدارم و نشونتون میدم. در حال حاضر ببینید این شخص داره فکر میکنه، در درون خودش هسته، شک داره، یک مقداری واقعا میخواد مسائل روشن بشن واسش. ببینید خودش داره توی آب نگاه میکنه، نمیدونم اون بالا ببینید یه جادوگری هم اون بالا داره میره و این چیزا و اینکه دوست داره مسائل برش روشن بشن، دوست داره تغییر تحولی انجام بشه و از قضاوت میترسه. نمیدونم چرا از اینکه در موردش قضاوتی کنن یا شما قضاوت کنید در موردش یا دیگران در موردش قضاوت کنن، این شخص میترسه. من فکر میکنم از این مسئله میترسه، از این شدم، از این میترسه که حالا اگر که من بیام چه خواهد شد. خب بریم ببینیم که دیگه چه خبر است. بله دوستان ببینیم این شخص، حالا من یک کارت انرژی رو هم باید بردارم واسه تون.
برنامه برمیدارم. دوستان، این شخص من دارم میبینم که در حال حاضر ببینیم حالش بسیار بد هست، مثل کسی که در عزا هستش و کاملا ندامت پشیمانه. حالا مسئله از گذشتش بوده، حالا این گذشته شما خواهید این بود، شما هستین یا شخص دیگه ممکنه باشه، یا اصلا به طور کلی عزایی به صورت واقعی وجود داشته. این شخص حالت روحیش خوب نیست و داره سعی میکنه که این عزا رو تموم کنه. ممکنه که مسئله در گذشتهش بوده که این نتونسته این عزا رو کاملا انجام بده و الان امروز چیزی که هستش با ندامت داره یک کاری میکنه که از این عزا بگذره. اگر در مورد شما هستش، بدونین که شما فکر میکنین مطلع هستین که در زندگی این شخص عزایی به جز شما مثلا مسئله احساسی شما نیست، پس بدونین که این شخص خیلی ندامت داره و فکر میکنه که این مسئله کاملا تمام شده و حالش بد هستش. حالا به من میگه که خودش رفت. آره، آدم ها زده نقیز هستن، با زبون میگن برو، با دلشون میگن بیا، ولی وقتی که میریم بهم میگن که چی؟ نه من که بهت نگفتم، حالا تو دلم یه جور دیگه است. ولی یه حالت زد و نقیزی و یک حالت اسکیزوفرنی کامل یک سری از افراد با خودشون دارن. چرا؟ چون با خودشون آنچنان روشن نیستن. ببین اینجا مشخص هستش این شخص با خودش روشن نیست، حتی میترسه بیاد صحبت کنه که مگر مبادا اینکه قضاوتی در موردش بشه. و اینجا رو نگاه کنین دوستان، و اینجا من دارم میبینم که این شخص انگاری که نمیدونم چرا استقامت کرده، خسته است، بسیار خسته است. هم شما خسته هستی و هم این شخص خسته هست دوستان، و اینکه داره استقامت کنه. خبر بعدی که بهتون بدم، باید هنوز صبر کنین در این مورد. خسته هستین دیگه نمیکشین، نه پای شما میکشه و نه پای اون شخص میکشه، ولی باز صبر کنین. حالا من میخوام ببینم که از چه چیزی میترسه، از چه چیزی میترسه. از این میترسه که یک چیزی از گذشتش خراب بشه دوستان، خونش خراب بشه. یعنی از اینکه مثلا بهتون بگم بیاد طرف شما، از این میترسه که اون خاطرات شیرین گذشتش خراب بشه، مسئله با عزیزانش که دور و برش هستن خراب بشه. میترسه از یک خرابی این شخص خیلی داره میترسه دوستان. حالا بریم ببینیم که دیگه چه خبر است در این زندگی شما. ببین در گذشته نه چندان دور داره سعی میکنه که میانه روی کنه، اعتدالی وارد زندگیش کنه و سعی میکنه نگاه کنه باید یک بالانسی رو نگه داره که نیفته. این شخص صبر میکنه و صبر داره میکنه، و اینکه انگاری یک دوره نقاهتی رو واقعا داره پشت سر میذاره. حالا نقاهت حتما این نیستش که من مریض باشم، شاید از نظر روحی عاطفی. ببینه اینجا داره میگه حالش بده. خب پس اینجا هم داره میگه که استقامت صبر، دو تا کارت صبر اینجا افتاده متاسفانه. من متنفر هستم از صبر دوستان، من واقعا متنفر هستم از صبر، ولی چه کنم که متاسفانه اینجوری هستش. خب من این کارتو میذارم، بعدا کارت دیگرم میچینم و با هم دیگه یکی در موردشون صحبت میکنم. براتون توضیح میدم دوستان، الان در حال حاضر نگاه کنین این شخص چیزی که میخواد این هستش که یک مقدار اعتماد به نفس به خودش بگیره. این شخص شخصی هستش که واقعا مثل اینکه چیزی رو از دست داده باشه از درون، و اینکه دوست داره که چه کار کنه که این اعتماد به نفسش رو دستش بیاره.
دو مرتبه به قول معروف بتونه مسائل اونجوری که باید و شاید اداره کنه. و الان من فکر میکنم در حال حاضر این شخص توانایی این رو نداره که حتی تصمیم بگیر. یه حالت بدی افتاده. شما چی میخواین توی این میان؟ ببین شما که عوامل خارجی این شخص هستی، برای که من برای این شخص احساسی شما گرفتم، شما اون عشق رو میخواین، این فیلم میدونین، فکر میکنین که این شخص جفت روحی شما هستش و شما واقعا مسئله که میخواین نگاه کنین که دست در دست این شخص باشه و منتظر هستی. چیزی که این دوست داره این که اولا با شما مکالمه کنه. خب یکی این مسئله که شما با همدیگه بشینین مسائل رو روی یک بنا ببخشید، روی یک بنیاد محکم بسازین با هم و عشق بزرگ افتاده. پس مسئله خیلی خوب بود، بسیار قشنگی که من اینجا میبینم عشق هستش که دارم میبینم دوستان. و این چیزی که این شخص میخواد با شما، یکی که مسائل با همدیگه خوب صحبت کنین، بنیاد زیربناتون خوب باشه و اینکه به سمت و سوی این عشق بزرگ برید. ولی نمیدونم چرا در حال حاضر این شخص دوست داره این عشق مخفی باقی بمونه. از نگاه دیگران میترسه. کسی هستش این میون. من وقتی میگم کس، دوستان فکر نکنید این شخص سالس یا کسی که بهتون میگم حتما یه خانمی هست یا یه آقای، نه. پدر میتونی باشه، مادر میتونی باشه، خاله، عمه، دوست، رفیق، نمیدونم کار شخص، مسائل مالی، بچه ها، یعنی همه عوامل وارد صحنه میشن. پس شما فقط به این مسئله که حالا نمیدونم این شخص سومی توش هستش چیز نکنی، گوش نده. خب حالا به سمت و سوی که داره میره، به سمت که این داره میره که یک عدالتی برقرار کنه این شخص. نگاه کنین دوستان، این دوست داره یک عدالتی توی زندگیش برد. مثل این میمونه، من این حسی که به من این کارت رو میده که اشخاصی هستن که به این شخص وابسته هستن، یک، یا اینکه این شخص باید دو طرف ماجرا رو راضی نگه داره از خودش. میدونین چی بهتون میگم؟ یعنی انگاری که این باید یک بالانس، یک راه حلی پیدا کنه که دو جانب رو برای خودش چیکار کنه، راضی نگه داره. من این ستا کارت رو که برای شما این ور کشیدم بریم بکنیم، این ستایی که در آوردم ببینیم، این شروع دوباره هست دوستان. نگاه کنیم، شروع دوباره هستش، ولی شروع دوباره هستش که این شخص خیلی حالش بده. نگاه کنیم دوستان، مرده، کسی با یک شمشیر داره میمیره. این شخص 10 شمشیر توی تنش هستش. خبر خوش هستش این هستش که داره خاتمه میده به این حالت بدش و داره چیکار میکنه؟ به خودش میرسه، داره ندای خود قلبش رو گوش میده. و برای چی؟ برای این شروع دوباره. داره خودش رو شاید از عواملی که مانع از این بودن که با شما باشه داره رها میکنه. پس یادتون باشه این شخص حالش خیلی بد هست. اینو من بهتون بگم دوستان، آنچنان اینکه حالش خیلی بد هست، حالا شادم یه مقدار افراط باشه، یعنی که از نظر روحی درست نیستش، داره مسئله، ببین داره چیزی رو رها میکنه، این شخص داره چیزی رو ترک میکنه. برای چی؟ برای که برای موفقیت. بخواد این نگاه کنی، خودش رو داره رها میکنه، درون خودش رفته دیگه، الان قشنگ میفهمه چی میخواد و میخواد به همه هم بگه. این موفقیت برای شما افتاده و اینجا چی افتاده؟ و اینجا آقای شاه دل یا شاه جام افتاده برای شما که میگه که این شخص، ببینین اگر اینجا من دارم میبینم که یک سرباز دل بود، اینجا داره تبدیل به شاه میشه. یعنی که کم کم داره چیکار میکنه؟ انرژی هاش رو به دست میاره. و اینکه ببینیم به چه سمت و سوی میریم؟ به سمت سوی ساخت و ساز داریم میریم، به سمت سوی اون داریم میریم که زندگیمون رو دستمون بگیریم دوستان. خب این از این. حالا بریم ببینیم که کارتای دیگه به همون چی میگن. پس کارت شما، فال شما به طور کلی خیلی خوب بود، فقط این شخص باید بتونه یک سری از موانع رو از سر راش برداره. یکی از موانعی که ممکنه باشه حالت روحی خودش باشه، حالت روحی خوبی نداره. خب همه رو باید از خودش راضی نگه داره دیگه. آقایون یا خانم هایی هستن که ممکنه که اشخاصی بهشون وابسته باشن، یا اشخاصی هستن که مانع از این رابطه میشن. من یک چند تا کارت میکشم روی این کارت که کشیدیم دوستان.
خب دوستان خیلی خوشحال هستم و از راهنماهام بسیار بسیار تشکر میکنم، به خاطر که دقیقاً راهنماهام جوابهایی دادن که من منتظرشون بودم و یک کارتی هم برای اونجا میکشمشون. دوستان گوش کنین، اینجا رابطه که شما درش هستین یک رابطه هستش که به کارما بهش میگن، رابطه هستش که ببینید این شخص یا از این که این شما باهاش یه تعهد روحی دارین و از زندگی های قبل میشناسینش، یا جفت واقعا جفت روحی شما هستش، یا اینکه الان در حال حاضر داره یک مسئله از کارماش رو داره تمیز میکنه، برای همین شد حالش بد هست. این از این مسئله که من بهتون گفتم باید صبر کنین، استقامت کنین. باز اینجا بهتون میگه که باید صبر کنین. مسئله زندگی شما با این شخص اگر میخواین درست بشه باید صبر. منم بهتون گفتم نظر من چیه. ببینید دقیقاً بهتون گفتم که این سال بازم کارت صبر افتاده بود و این داره یک تعادلی تو زندگیش ایجاد میکنه، حداقل در روح و روان خودش. دوستان نگاه کنید این کارتو با این کارتو. خب این شخص ببین داره سعی میکنه واسطه اینجا میگه که داره شاکرای شور درست میکنه، یعنی به طور کلی داره تعادلی در زندگیش و در روحش به وجود میاره. این از این. ببین بهتون گفتم که این حالش بد هستش دوستان، این شخص حالش بد هست. حالا نگاه کنه اینجا چی افتاد برای شما، برای چی حالش بد هست؟ برای که شک داره، شک داره روی یک سری از مسائل از خودش داره ساخت، داره رابطتون رو تحت سوال برده. پس مواظب باشین که کاری نکنین که شک و تردید این شخص رو که اینجا هم کارت مرکزی بود بیشتر و بیشتر کنین. و اینکه ببینین روی جواب کارت شما من اوکیشنام، ببین برگشت شخصی که در گذشته است. پس شخصی که در گذشتهش بوده شما هستین و به اون طرف اون شخص داره برمیگرده. خب دوستان من یک کارت از خانم گونیویتیو میکشم. ببینیم میگه که یک الشیمی خیلی 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 بالایی بین شماها وجود داره دوستان. پس امید داشته باشین، ایمان داشته باشین دوستان، به خودتون برسین تا وقتی که این شخص من، برای که دو بار برای شما کارت صبر افتاده بود. این کار چیز مسئله نیستش که این شخصی که من دیدم حالش بد هستش، مسائلی که اگر که با اطرافیان باشه یا با حتی با زندگیش باشه بخواد ترمیم کنه ممکنه زمان ببره. پس لطف کنین شما این گرایش رو دارین به هم دیگه خیلی زیبا هستش و نگاه کنین دوستان پشت سر این چی کارت چی افتاده، آشتی براتون افتاده. پس دوستان گروه یک بسیار بسیار خوب براتون کارتاتون بود. حالا من نگاه کنم ببینم چند تا کارت، ببینم که این شخص در مورد شما چه حسی داره، چی میگه در مورد شما. دوتا و میگه شخصی هستش که بسیار به قولن انگیزه داره در مورد شما. ببین بهتون گفتم شخصی هستش که انگیزه داره در مورد شما، من میخوام تا آخر راه برم و اینکه من میخوام خوابهام رویاهام رو به تحقق بدم. پس نه تنها انگیزه در مورد شما داره، بلکه داره کاری توی زندگی، شاید زندگی مادی اونش داره انجام میده. و اینکه شخصی هستش که مسائل رو داره روشن میبینه. من روی میگه که من روی حس ششم دارم کار میکنم، من میخوام مسائل رو روشن ببینم. بهتون چه گفتم دوستان اینجا شک داشت، این من شک شخص داره یک مقداری میخواد مطمئن بشه به مسائل و داره روی شکهاش داره کار میکنه. شخصی هستش که رومانتیک هست و میگه که من دوست دارم تو رو دعوت کنم و اینکه دوست دارم که یک سورپرایزی برات به وجود بیارم. بسیار خوب و عالی. ولی نگاه کن دوستان کسانی هستن دور و برش که روی مخش دارن کار میکنم. من فکر میکنم که این شخص داره به من دروغ میگه، من ترجیح میدم چشمام رو در حال حاضر ببندم. پس افرادی هستن ممکنه که دور و بر شخص احساسی شما که شخص احساسیتون رو تحت تاثیر قرار بدن. پس حالا بریم ببینیم که چه چیزی میخواد به شما بگه، چه حرفی میخواد به شما بزنه. واقعا پنج رو بردم، اشکال نداره، یک یک میخونه میشونسن.
میگه که برای که خوشبخت زندگی کنیم بیا خودمون رو یه مقدار قایم کنیم از دیگران و قایم زندگی کنیم. واقعا میخوایم خوشبخت زندگی کنیم، دوستان قایم زندگی کنیم، مخفی از همه. میگه من همه یه توقعات تو رو نمیتونم برآورده کنم و این کاملا مشخص است. و اینکه میگه که با هم آشتی کنیم بسیار خطیبا. و بعد میگه که زندگی میگه که رابطه گذشته من جزئی از گذشتمه. شاید در مورد زندگی گذشته‌ای که با شخصی داشته شما با هم دیگه بحثی داشتیم. و اینکه میگه که یک نواخ شدن زندگی بدترین دشمن هستش. پس نگاه کنید دوستان، این شخص دوست داره با شما به طرف شما برگرده، در حال حاضر شک و تردیدهایی داره و اینکه داره رو خودش کار میکنه و ازش به شما داره میگه که شما توقعاتتون رو یک مقدار کمتر کنید در مورد این شخص و بذارین که اون با خیال راحت روی مسائل فکر کنه و به سمت و سوی شما بیاد. خب دوستانی بودن که به من گفته بودن که من بهشون زمان بدم. دوستان من اصلا در زمان دادن اصلا قبول، اول زمان دادن رو قبول ندارم، یک. دومی که اصلا من خوب نیستم در زمان دادن، ولی برای اینکه دل شما رو نشکنم میایم با هم دیگه یه بازی میکنیم ببینیم که شاید خبردار شده این، شاید خبردار نشده این، شاید همونی شد که شما دوست داشتین. پس من اینا رو جمع میکنم و میرم سراغ چیز، سراغ زمان. دوستان ببینیم چه زمانی به همون میده. میشه روز دوستان، پاپ روز، این کارت قدرت هفته و کارت مرگ ماه. خب پاپ روز، قدرت هفته و مرگ ما. من این رو قاطع میکنم. ماه دوستان، به ماه باید بکشه. حالا دوستان منو نکشین اگر تعداد ماها زیاد شد، چون اینجا 21 کارت من دارم. خب ببینیم چند ماه طول میکشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. از الان تا 11 ماه منو نکشین. من بهتون گفتم من اصلا چیزو این که تاریخ دادن دوست ندارم، ولی برای که دل شما رو نشکن از الان تا 11 ماه دیگه دوستان. خب حالا بریم دوستان از شما خداحافظی میکنم و میگم سلام به افرادی که این دسته کارت ها رو انتخاب کردن. آه چقدر زود میخوان حرف بزنن اینا با شما. خب بریم ببینیم که چه خبر هست در زندگانی شما دوستان. خب توجه کنیم که میخوایم ببینیم که در ذهن و روان شخص احساسی شما چه میگذرد، آیا میخواد برگرده برنگرده. از حالا تا یک ماه دیگر نگاه میکنیم و دوستان توجه داشته باشین که من اول میخوام نگاه کنم حال شما. دوست عزیزی که داره این کانال رو نگاه میکنه و این ویدیو رو نگاه میکنه، حال شما چطوره دوست عزیز؟
خب شما ببینین دوستان، میخوان یک تعادل توی زندگیتون به وجود بیارین و الان چیکار میکنین؟ دارین سعی میکنین که حالا یا عزیزانی هستن که دارن به هر تراپی میرن، کسی رو میبینن، و یا اینکه شما دارین سعی میکنین که مسائل رو درست حسابی بنا کنه توی زندگی، زیر بنای محکمی داشته باشین و عدالت رو وارد زندگیتون کنین. حالا اگر کسی در حق من عدالتی رعایت نمیکنه، حداقل من خودم در حق خودم این عدالت رو رعایت میکنم. خب ادامه میدیم ببینیم حالا شما چطوره، برای که شما برای من خیلی مهم هستین دوستان. بله دوستان، شما حالتون آن خوب نیست. نگاه کنیم این برج که خراب شده، در حال حاضر حالت رویتون خوب نیست. من بگی که آه خب معلومه من تازه چیز شدم، من از این جدایی دارم زجر میکشم. بله دوستان، من کاملا درکتون میکنم و من اصلا قضاوتی نمی کنم در مورد شما، ولی اگر که شما نباشین این رابطه به چه دردی میخوره. و اینکه ببینین دوستانی هستن که زمانی هستش که دارن سعی میکنن به ندای درونیشون گوش بدن و خودشونو آروم کنن، و متاسفانه الان حال شما بد هستش. شما مثل اینکه قبلا هم میفهمیدین، در این در جریان بودین که این رابطه شاید داشته به هم میخورده، و اینکه در آینده دارم میبینمتون که خسته هستین و اینکه دارین استقامت میکنین. آفرین بر استقامت شما، استقامت دارین میکنین که موفق باشین. خب دوستان بریم ببینیم که چه خبر است در ذهن و زندگی شخص احساسیتون. شما در کجای کره زمین قرار داره و میخواد با شما چه کار کنه؟ خیلی میخواد زود حرف بزنه. به به، خب ببینیم که من سه تا کارت رو بردم نگه میدارم چه کارت های خوب زیبا داریم. کارتا خیلی میخوان با شما حرف بزنن، حرف دلشون خیلی خیلی زیاد هست. خب من دیگه کارتای زیادتری شاید نکشم، ولی با این همه احوال سعی میکنم که براتون توضیح میدم. در حال حاضر نگاه کنین، بسیار خوب پیش ببینین شخص احساسی شما کسی هستش که به طور کلی الان داره چیکار میکنه، به حرف دلش داره گوش میده و شما رو دوست داره. پس عشق در این میون وجود داره دوستان. عزیزانی که دوستاشون بفهمن که آیا شخص احساسیشون بهشون احساس داره یا نه، ببینین که شخص به شما خیلی احساس داره و احساس قوی داره. ولی چرا میترسه؟ ببین فاصله گذاشته، در حال حاضر فاصله گذاشته، یا ازش خبر ندارین، یا اینکه شمشیرشو برداشته از یک تصمیم گیری میترسه، یا اینکه قادر به تصمیم گیری نیست. این شخص باید تصمیمی رو بگیره و نمیخواد بگیره، از این تصمیم داره میترسه. تصمیم در مورد با اینکه شما رو دوست داره و اینکه الان من فکر میکنم که این شخص چیکار کرده، مقدار فاصله گذاشته. ببینین دوستان، خب حالا من ببینم الان در حال حاضر ببین اون کارتی که برای شما افتاده بود، ببینید اینجا هم برای شخص افتاده بود. این شخص
شخصی هستش که حس اینو، حال اینو داره، حس اینو داره که میخواد با شما حالا یک بنیاد محکم درست کنه، میخواد با شما انگار مشارکتی داشته باشه. این کارت خیلی خوبی هستش. و از طرف دیگه داره حالت روی این شخص ممکنه که شخصی هست که داره میره و با دکتری، روانشناسی، با کسی داره صحبت میکنه یا حتی داره روی خودش کار میکنه دوستان. پس این کارت بسیار خوب هستش. حالا من دارم نگاه میکنم اینجا، ببینید بر امید و آرزو افتاده، تصمیمی افتاده و این که ببینید بعد زنده شدن. ببینید بازم ببینید ستاره یک کارتی هستش که داره میگه که این مسئله هستش که امید به این دارم که این به حاجتم برسم. این در مورد شما نیست، در مورد شخص احساسی شما هستش. میدونه که میخواد تصمیم رو بگیره، حالا امید داره که این تصمیم بگیره. میدونه که این تصمیم تصمیم مهمی هستش و ممکنه که خیلی از مسائل تغییر کنه. این کار در حال حاضر داره میگه که این شخص شاید امید داره که کسی در موردش قضاوت نکنه. وقتی داره به سمت شما میاد شما در موردش قضاوت نکنه. اینا به هر حال امید داره که یک شروع دوباره و شروع تمیز با شما داشته باشه این شخص در حال حاضر. این چیزی که میبینم که توی عمق وجودش هستش و این که میگه که من ستاره اقبالم کنارم هستش، من به شانس خودم معتقد هستم، میدونم چه خواهد شد، میدونن که میدونم چه خواهد شد، یه چیزی خواهد شد ولی چیز خوب سراغ من میاد چون من سال روش کار کردم، برای من مشخص هستم و سعی میکنه الان واقعا به ندای درونیش هم گوش بده. دوستان میدونه که باید تصمیم رو بگیره، اینو مطمئن باشون که میدونه باید تصمیم رو بگیره. و اینکه دارم میبینم که این درگذر میخواد بیاد طرف شما، میخواد بیاد و قلبش رو برای شما بیاره، حالا حداقل وارد مکالمه بشه و مکالمه میباشه با شما که مکالمه واقعا صادق و امین باشه. حالا حداقل اگر با شما نباشه باید با خودش این مکالمه رو داشته باشه. ولی ببینید که این کارت شاه قلب، شاه دل، شاه جام، هر چیزی اسمش رو میخوایم بزنیم، بسیار مردی هستش که به ندای قلبش گوش میده، سیاست مدار هستش و اینکه میفهمه که میخواد چیکار کنه. ولی من تعجب میکنم که این دوتا شخص، دوتا شاه که با هم دیگه چی هستن، تداخل دارن. حالا ممکنه هم شخصی، آقای دوربر شما این شخص رو داره میترسونه. این آقا حتما شخص دیگه‌ای که تو زندگی شما هست ممکنه نباشه، برای که من دوتا تیتان رو میبینم که با هم دیگه دارن میجنگن. انگاری خودش با خودش داره میجنگه، یا این شخص از جنگ باش خودش میترسه، یا اینکه شخص دیگه هم ممکنه دوربر شما باشه، آقایی باشه، برادری باشه، پدری باشه، عمویی باشه، نمیدونم، یا اینکه شخص دیگه باشه که به شما نظر داره و این شخص داره میترسه از اون اون شخص. یا اینکه بدون همونجوری که گفتم ممکنه که تصمیم گیری باشه که در از اون میترسه. این کارت من بعدم بهتون میگم. الان در حال حاضر یک امنیتی رو نمیخواد از دست بده. حالا این امنیت ممکنه حتی شما خودتون باشه. دوست نداره که این رابطه ای که حالا به این شکل صورت رسیده از دست بده. ولی جم نمیخوره. در حال حاضر نگاه کنید مقداری ده جم نمیخوره. تکون نمیخوره این شخص. خب نشسته اون جایی که هستش، جاش خوب هستش و اینکه نمیخواد خیلی کاری انجام بده. شما ببین، شما دوست دارین مسائل حرکت کنه. دوست دارین یه مقدار عصبانیت در درون شما میبینم. مواظب عصبانیت باشین عزیزان. سعی نکنی یه مرد مثل اینو که همه چیزو آتیش بزن. خب شما این شخصو بهش حس دارین، علاقه دارین، پس باید مدارا کنین. یواش یواش با ریتم اینو بکنین. این شخصی که تکرار نمیخوره از سر جاش، بعد شما میایین با اسبتون میخواین بندهش کنین. ببین دوستان، اگر که اشخاصی هستن که میگن که نه ما اصلا در جدایی نیستیم، پس این فال اونا نیستش، یادتون باشه. نمیخوام همچون کامنت هایی رو داشته باشم. خب بریم ببینیم که چه چیزی رو دوست داره شخص. ببین موفقیت افتاده، موفقیت افتاده روی چی؟ روی این گذشتهش، خاطرات شیرینی که با شما داشت مطرح میکنم. این شخص به گذشتش به هر حال وابستگی هایی داره و در حال حاضر دارم میبینم میترس از خستگی داره، میترسه که دارم استقامت میکنم ولی ممکن آیا من قدرت این استقامت رو دارم؟ آیا من به این پیروزی دارم میرسم؟ آیا من میتونم از گذشتم خودم رو رها کنم و به سمت آینده؟ این چیزای سوالاتی هستش که از خودش داره میپرسه. آیا من دیگه اون نیرو رو دارم که سر پا واستم؟ خب
سالهایی هستش که این شخص را از خودش انجام. حالا بریم ببینیم که چه چیزی داره طرف شما. اوپ، یالم کارت. خب در حال حاضر این شخص داره چه کار میکنه؟ کاری که میکنه داره یک مقدار به مسائل زندگی خودش داره میرسه، داره مقدار اعتماد به نفس پیدا میکنه، مسائل مالیش داره حلاج میکنه، بالا پایین میکنه. اون شخصی هستش که به طور کلی آدم مستقلی هستش، داره مسائل زندگیشو چه کار میکنه، داره روبه راه میکنه. و اینکه میبینی یک الان در حال حاضر خیلی خیلی جالب هستش، دو تا خانم افتادن اینجا. حالا این خانم میتونه خود انرژی این شخص باشه و در حال حاضر من دارم میبینم که داره سعی میکنه که یک نگاه منطقی روی مسائل داشته باشه. میدونه که باید تصمیمی بگیره. ببین این شخصی هستش که ممکنه شما رو یک مقدار الان داره نگاه میکنه که از خودتون، از خودش دور شده. و اینکه دارتون براش دارم جشن پایکوبی میرم. جشن پایکوبی با چه شخصی؟ با امپراتریس دارم میرم. با امپراتریس و عشق و روشنایی گفته. ببین برای شما پس گروه دوم بسیار خوب هستش دوستان. من بسیار روشن میبینم این مسئله رو. ولی برای که چی؟ برای که کارت آخر من به شما دوستان نگفتم این کارت آخر چی هستش و این کارت داره شما رو به سمت یک چهارچوب محکم و درست حسابی میبره. چیزی که روش بنا میکنین محکم محکم خواهد شد. ولی ببینید دوستان، این شخص باید یک مقدار یک مسئله سختی از گذشتش رو چکار کنه. با ننگه چرا گفتم گذشته؟ از دهنم پرید گذشته، برای که اسم گذشته اینجا این کارت گذشته رو دیدم. باید مسئله رو رها کنه. باید اگر حالش بد هستش، حالت روحی بدی داره، چون اینجا ممکن بود به من بگه که شخص داره روی خودش کار میکنه، حالا با یه روانشناس یا به هر طوری که میتونه داره سعی میکنه زیربناش رو درست کنه. ببینید این حالا بدیش هستش که باید درست کنه و اینکه باید اعتماد به نفسش رو به دست بگیره تا اینکه به سمت شما بیاد و مسائل رو چه کار کنه درست کنه. این شخص الان در حال حاضر با شما شاید دوست داره به سمت شما بیاد، با شما مکالمه کنه، یا اینکه مکالمات تلپاتی خیلی زیادی هم با شما داره دوستان. و اینکه این پشت این کارت هم کارت بسیار زیبای استحکام یک رابطه داره. پس دوستان صبر کنین، صبر کنین. این شخص من میبینم که توی این کارت ها به شما عشق داره، علاقه داره، باید شاید مسائل مالی رو حل کنه توی زندگیش، باید تصمیمی رو بگیره، باید اگر که عزیزانی هستن که انرژی ثالثی توی زندگیشون هست اونها رو باید از زندگیشون بندازن بیرون. خب برای که این کارت هم کارت اینو ندای این رو میده که من دارم به خودم کار کنم و هم که ممکنه شخص ثالثی هم توی این معادله وجود داشته باشه. شخص ثالث یا انرژی ثالث، تاکید میکنم دوستان، حتما خانم یا آقای دیگه نیستش. کار شخص میتونه باشه، مادر شخص میتونه باشه، پدر شخص میتونه باشه، عموی شخص میتونه باشه، دوست شخص میتونه باشه. حالا لیستش دراز هستش. کار شخص، پول، مسائل مالی، همه چیز میتونن باشه. پس باید یک مسئله رو از نظر به قولن یک انرژی درست کنه. من اینجا وقتی که این کارت میبینم و این کارت میبینم که داره به خودش میرسه، این هستش که من فکر میکنم یک مسئله مالی رو باید درست کنه این شخص و از شخصی میترسه، دوروبرش از شخصی میترسه. این مسئله هم هست، شخصی که شمشیر به دست داره. ببینید اینجا مثل یک زوج افتادن، شاید هم یک خانم آقایی هستن اون بالا که با این رابطه مخالف هستن، یک زوج که با این رابطه ممکنه که مخالف باشن دوستان. خب حالا من یه چند تا کارت میکشم روی کارت های شما و اینکه ببینیم که کارت های دیگه هم اعتباره احساسی من چی میگن.
خب دوستان، من خیلی دوست دارم وقتی کارت با هم دیگه حرف میزنم. این کارتی که برای شما اومده اینجا چی هستش دوستان؟ کارتی که برای شما اومده نگاه کنین، داره میگه که بهتون که شما ایمان داشته باشین که ایمان همه چیز رو چیکار میکنه، ایمان به این رابطتون داشته باشه که ایمان کوها رو جابجا میکنه دوستان. خب و اینکه نگاه کنین پشت این کارت چی بود؟ کارت ستاره بود که میگفت به حاجت رسیدم، امید دارم، آرزو دارم و اینکه من ستاره بخت و اقبالم اون بالاست. پس این شخص ایمان داره، آرزو داره که میرسه. برای شما هم همینجور هستش، میگه ایمان داشته باشین دوستان. عزیزانی هستن که شاید ببینید این پیغام اگر به دست شما نرسیده دوستان، این پیغام به دست شما خواهد رسید. برای که نگاه کنید حرف از این میزنه که پیغام دریافت کردن، نامه، حالا هر چیزی که میتونه باشه. حالا بریم ببینیم که از کارتی که در این من اینو بیشتر بهتون بگم، میگه که زمان میبره. مسئله که شما هست با صبر کنی، صبر. متاسفانه من از کلمه صبر خیلی بدم میاد، ولی خب اینجا برای شما صبر افتاده بود، اینجا صبر افتاده بود. آیا میتونم همچون چیزی تحمل کنم؟ ببین دوستان، میگه که این رابطه شما رابطه هستش که محافظت شده هستش دوستان. خب این رابطه محافظت شده هست، بس نگران نباشید. و اینکه ببینید ساخت و ساز با کی داره این شخص؟ با شخصی که در گذشتش بوده، و شخص گذشتش شما هستین دوستان. و اینکه در نتیجه داره بهتون میگه که تغییر و تحول بسیار زیبا، یک چیزی داره چون این رابطه پر و بال خواهد گرفت. پس این کار متاسفم این فال داره به شما میگه بازم صبر کنید. صبر، ستاره هم صبر هست. خب دوستانی بودن که از من خواسته بودن که من براشون زمان بدم. من زمان متاسفانه خیلی خوب نمیتونم، ولی خب حالا بریم ببینیم که خانم دورین ورچیو بهمون چی میگه در این مورد ازدواج. میگه این مسئله شما اگه صبر کنید تبدیل به ازدواج میشه دوستان. دیگه کارت از این بهتر و روشن‌تر من ندارم بهتون بگم. و اینکه بریم ببینیم که خانم ها در مورد آقایون چی میگن و آقایون در مورد خانم ها، و همه رو اینا رو با هم دیگه قاطی میکنم. میگیم که همه اونا شخص احساسی شما چی میگه. من در ذهنش چه میگذره؟ ببینید میگه شخصی هستش که بسیار خوشبین هستش، من به آینده امید دارم و من میدونم که ما با هم خواهیم بود. خب این است. و یکی دیگه هستش، کسی هستش که داره میگه که من هرگز نمیرسم، شاید باید رها کنم. پس ممکنه این شخص بالا پایینی زیاد داشته باشه. اینجا نگاه کنید این کارتی که من نشونتون دادم، خب که گفتم که حالش ممکنه که آنچنان خوب نباشه، و این کارتی بود که از خودش سوال میپرسید که آیا من پاهای من میکشم که من بخوام دو مرتبه مقاومت کنم. و اینکه شخصی هستش که تصمیمشو گرفته، من تصمیممو گرفتم و دیگه تغییر نمیکنه، من میدونم که تو شخص زندگی من هستی. خب آقا خانم، حالا که میدونیم، خب پس پا جلو بذار جلو. و اینکه در حال حاضر نیست که مکالمه وجود نداره، من دوست دارم با شما من با تو صحبت کنم ولی نمیتونم، من نمیتونم، ترجیح میدم که هیچی نگم. خب این از این دوستا. حالا بریم ببینیم که چه پیامی داره به شما میده این دوستا. پس دوستا شخصی هستش که نمیدونم اینقدر آدم ها زده نقیز رفتار میکنن بین اون چیزی که در دلشون هستش و اون چیزی که انجام میدن، که من واقعا فکر میکنم توی یک جامعه و یک دنیای اسکیزوفرن داریم زندگی میکنیم. ای کاش همه درونشون و بیرونشون یک چیز بود دوستان. چون برای گروه اول 5 تا اون من 5 برای شما میکشم اینجا. خب کارت اول داره بهتون میگه که با هم آشتی کنیم. خب بسیار خوب. کارت بعدی داره بهتون میگه چی؟
من به اندازه کافی به تو نگفتم، ولی بدان که عاشقت هستم، دوستت دارم. و اینکه هر کنترل زیاده روی مسائل هیچ خوشحالی و خوشبختی نمیاره. و اینکه من دوست دارم که بیام به طرف تو و با تو صحبت کنم، حداقل خودم رو نشون بدم، و نمیخوام که تو اینقدر در انتظار باقی بمونی. و کارت بعدی بمون چی میگه؟ میگه که من احساس نمی کنم که در حال حاضر آمادگی جلو اومدن رو داشته باشم، و اینکه قادر به اینکه یک قدم بردارم ندارم. پس این شخصی هستش که شاید در حال حاضر دچار شک و تردید هستش، و اینکه مسائل رو باید با خودش حل کنه یا حداقل با دیگران حل کنه، و اینکه بعد بیاد سراغ شما. خب دوستان، حالا بریم سراغ زمان. من بهتون گفتم، میگم من اصلا در زمان دادن خوب نیستم و معتقد نیستم به زمان دادن، ولی با همدیگه یک بازی و به عنوان یک بازی، اینو هر جوری که شما دوست داریم نگاه کنیم بهش. من خودم راضی نیستم، ولی به خاطری که عزیزان دوست دارن و همدیگه نگاه میکنیم، یه زمانی میدیم. نه من خدا هستم و نه و نه شما، البته ما هر کدوممون از نور هستیم. و اینکه شایسته و لایق این هستیم که به اون ندای درونی توجه کنیم. بهترین قوتون نمای ما ندای درونیمون هستش. زمان برای بالا برای اونها یک ثانیه، اونها شاید یک سال ما یا ده سال ما باشه، من نمیدونم. خب ببینیم که تا چند وقت دیگه این شخص به طرف شما برمیاد. خب مرگ میشه دوستان روز، خورشید میشه هفته، و ماه میشه برج، میشه یه خانه خدا. پس مرگ روز، خورشید هفته، و برج ماه. خب بریم ببینیم که دوستان چه خبر است. ببینید توی این دسته 21 کارت هستش. من رو نکشید. من فقط دارم پیام به شما میدم. خب پس روز به روز هستش، من روز بود. خب حالا بریم ببینیم چند روز دیگه. یک، دو، سه، چهار، پنج روز. امیدوارم دوستان، ولی من متاسفانه بهتون گفتم این الان بنوشته تا پنج روز دیگه. شاید از الان تا پنج روز دیگه، شاید از پنج روز دیگه، برخواد هرچی که هستش. ولی من خودم به شخصه به این تاریخ دادن معتقد نیستم، و اینکه اومدیم با هم دیگه یک بازی رو انجام بدیم. امیدوارم که اینجور باشه. به هر حال منو در جریان بذارید. خب دوستان، امیدوارم که از این فالا خوشتون اومده باشه. براتون آرزوی سلامتی، خوشبختی، قلبی شاد میکنم. روز روزگار خوش، و تا فال دیگه. خدا نگهدار.